سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا بعد از خوردن شیرینی بعضی از افراد دچار گرمی و عرق میشن و همینطور به مشکلات بدن در مورد ترشح هورمون انسولین مطالب مهمی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما چرا بعضی از افراد بعد از خوردن شیرینی عرق میکنن؟ چون مصرف غذاهای شیرین باعث افزایش سریع قند گلوکوز خون میشه و این افزایش سریع قند در برخی موارد منجر به هیپوگلیسیمی میشه و سپس سیستم عصبی سمپاتیک بدن در طول این فرایند وارد عمل شده و تحریک میشه که میتونه باعث گرمی بدن و عرق بشه. هنگامی که سطح قند خون کاهش پیدا میکنه، بدن شما ممکنه با تحریک، لرزش و یا احساس استراب واکنش نشون بده. اما این همه داستان نیست، چون فرایند هضم غذا که به عنوان گرمازایی رژیمی هم شناخته میشه میتونه منجر به افزایش دمای بدن هم بشه. برخی از غذاها به ویژه شیرینی‌های پر کالری و پر کربوهیدرات برای هضم به انرژی بیشتری نیاز دارن. از اونجایی که بدن شما برای متابولیسم قند سخت تلاش میکنه و همین سبب تولید گرما میشه که افزایش دما و متعاقب اون تحریق برای خنک شدن بدن رو تولید میکنه. همینطور برخی از غذاهای شیرین حاوی ادویه‌های مانند دارچین و یا زنجبیلند که میتونن غدد عرق شما رو تحریک بکنن و تحریق رو افزایش بدن. علاوه بر این، موادی مانند شکلات که حاوی کافئین یا سایر محرک هایی هستند که باعث میشه فعالیت های متابولیک و گرمای بدن افزایش پیدا بکنن. مورد دیگه فعال سازی سیستم عصبیه. مصرف شیرینی ها میتونه منجر به واکنش عاطفی در بدن هم بشه. برای مثال اگه شیرینی ها رو به عنوان غذا مصرف کنید، در واقع سیستم عصبی شما رو تحریک کرده و منجر به هیجان یا استرس میشه که هر دو میتونه منجر به تحریق بدن بشه. گرما و یا عرق بدن ناشی از استرس هم به وجود میاد. اغلب حتی در زمان انتظار برای خوردن شیرینی هم رخ میده که نشان دهنده ارتباط روانی بسیاری از افراد با غذا میباشه. همینطور حساسیت ها و آلرژی های غذایی رو هم نباید نادیده بگیریم. برخی از افراد به مواد خاصی که معمولا در غذاهای شیرین یافت میشه آلرژی یا حساسیت دارن. به عنوان مثال برخی از شیرین کننده های مصنوعی و یا گلوتن در محصولات پخته شده میتونه باعث واکنشی بشه که شامل تحریق و گرمای بدن میشه که معمولا به دلیل ترشح هیستامین یا التهاب در بدنه. بیاد داشته باشید که نباید تأثیر نوسانات هورمونی رو دست کم بگیرید. هورمون ها میتونه به طور قابل توجهی بر نحوه واکنش بدن شما به غذا تأثیر بذاره. به عنوان مثال در زمان های خاصی از چرخه قاعدگی زنان تغییراتی را در الگوی تحریق بدن خود به دلیل نوسانات سطح هورمون تجربه میکنن که با مصرف شیرینی‌جات تشدید میشه. شرایطی مانند هایپرهیدروزیست و یا تحریق بیش از حد میتونه با خوردن غذاهای شیرین ایجاد بشه. اگه فردی پس از خوردن شیرینی یا هر غذای خاصی به عرق کردن ادامه بده، حتما باید با یک متخصص پزشک مشورت کنه تا علل اون مشخص بشه. یکی دیگه از مشکلات تحریق بدن کمبود آب در سیستم بدن میباشه. کم آبی میتونه منجر به افزایش تحریق در هنگام مصرف غذاهای شیرین بشه. هنگامی که بدن کم آب میشه، نسبت به افزایش انسولین یا افزایش متابولیسم واکنش شدیدتری نشون میده. چاقی و اضافه وزن هم به دلیل افزایش حجم بدن باعث افزایش تحریق و گرمای بدن میشه که در طول متابولیسم به ویژه پس از مصرف غذاهای شیرین گرمای بیشتری تولید میشه. اگه معمولا بعد از خوردن شیرینی عرق میکنید و موجب ناراحتیتون میشه، مصرف غذاهای شیرین رو متوقف کنید و جایگزین‌های غذا با قند کمتر رو انتخاب کنید. عرق کردن بعد از خوردن شیرینی میتونه در اثر ترکیبی از واکنش‌های متابولیکی، هورمونی، احساسی و رژیمی هم ایجاد بشه. اگه این وضعیت برای شما تبدیل به یک مشکل اساسی شده، باید حتما از یک پزشک با تجربه و آگاه کمک بگیرید. بیشتر مواقع این مشکل مربوط به انسولینه. انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده در پشت معده تولید میشه و نقش کلیدی در متابولیسم گلوکوز رو داره و برای تنظیم سطح قند خون در بدن ضروریه. هنگامی که کربوهیدرات مصرف میکنید، بدن شما اونها رو به گلوکوز تبدیل میکنه که وارد جریان خون شما میشه. افزایش گلوکوز خون به پانکراس
سیگنال میده که انسولین آزاد کنه. انسولین جذب گلوکوز توسط سلول‌ها به ویژه در کبد، ماهیچه‌ها و بافت‌های چربی رو آسان‌تر می‌کنه، چون انسولین به گیرنده‌های خاصی روی سطح سلولی متصل و به انتقال دهنده‌های گلوکوز اجازه میده تا به قشای سلولی حرکت کنن و گلوکوز وارد سلول‌ها بشه. این فرایند تضمین می‌کنه که سلول‌ها برای عملکرد مختلف از جمله انقباض عضلات، عملکرد اندام‌ها و فرایندهای متابولیک انرژی لازم رو داشته باشن. اگه پس از صرف غذا غلظت گلوکوز بالا باشه، نیاز بیشتری به انسولینه و بدن گلوکوز رو در کبد و ماهیچه‌ها افزایش میده. گلوکوز اضافی طی فرایندی به نام گلیکوژن تبدیل میشه و به عنوان انبار و ذخیره سازی گلوکوز عمل میکنه که در صورت نیاز تبدیل به انرژی میشه. زمانی که ورزش میکنید این قند به سرعت به گلوکوز تبدیل میشه. اگه پس از پر شدن ذخایر گلوکوژن سطح گلوکوز همچنان بالا باشه، انسولین از طریق فرایندی به نام لیپوژنز، یعنی تبدیل گلوکوز اضافی به اسیدهای چرب، هدایت میشه و سپس این اسیدهای چرب به صورت چربی در بافت‌های بدن ذخیره میشن. حال بیایید ببینیم که برای حل این مشکل باید چه کارهایی را انجام بدیم. در واقع انجام این 5 راهکارهای زیر میتونه به کاهش واکنش‌های فیزیکی مانند تعریق و عرق کردن بعد از مصرف شیرینی‌ها کمک شایانی بکنه. اولیش، کربوهیدرات‌های غنی و فیبر رو انتخاب بکنید. به جای قندهای ساده سعی کنید کربوهیدرات‌های غنی با فیبر انتخاب کنید. غذاهایی مانند غلات کامل، سبوس‌دار، حبوبات، سبزیجات، گلوکوز. سعی کنید غذاهایی مانند غلات کامل، سبوس‌دار، حبوبات و سبزیجات رو انتخاب کنید، چون گلوکوز رو آهسته وارد جریان خون می‌کنه و به تثبیت سطح قند خون و کاهش احتمال تعریق کمک شایانی می‌کنه. دوم، شیرینی‌ها رو با پروتئین یا چربی‌های سالم مصرف کنید. خوردن شیرینی‌ها در کنار منبع پروتئین مانند آجیل، ماس یا پنیر یا چربی‌های سالم مانند آووکادو یا کره آجیل می‌تونه جذب قند رو در جریان خون کنتر و به جلوگیری از افزایش سطح سریع قند خون کمک کنه. سوم، هیدراته ماندنه. نوشیدن آب کافی در روز میتونه به تنظیم دمای بدن و کاهش تعریق کمک بکنه. هیدراته ماندن میتونه فرایندهای متابولیک کلی شما رو بهبود ببخشه و به بدن کمک کنه مصرف قند رو به طور مؤثرتری مدیریت کنه. چهارم، وعده‌های غذایی کوچکتر بخورید. محدود کردن میزان مصرف غذاهای شیرین در یک جلسه میتونه به جلوگیری از افزایش چشمگیر سطح گلوکوز خون کمک کنه. و پنجم، بر واکنش بدن خود نظارت کنید. اون چرا که میخورید با واکنش بدن خود از جمله هر گونه تعریق یا علائم دیگر رو پیگیری کنید. درک محرک‌های بدن میتونه به شما کمک کنه از غذاهای خاص یا ترکیباتی که منجر به تعریق میشه اجتناب کنید و در صورت لزوم برای مشاوره شخصی با یک پزشک متخصص غدد مشورت کنید. دوستان، شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه یه زنگوله رو انتخاب کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.